خب خوش آمدید دوستان، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم. بله، همونطور که عرض کردم این بحث تمدن سازی که کنفرانس امسال بهش اختصاص داده شده و اساتید معظمی دیروز و امروز در موردش صحبت کردن، مطالب زیادی رو شکافتن و بحث اخلاقی اون همونطور که عرض کردم به خاطر اهمیتی که داره خادمین شما تصمیم گرفتن که یه میزه گرد رو با حضور صاحب نظران بهش اختصاص بدن که در موردش بیشتر صحبت کنیم و در این فرصت کوتاهی که داریم اون رو بیشتر بشکافیم. مطابق معمول میزگردهای این چنینی، دوستانی که پیش از این هم تشریف آوردن، ما حدود 7 دقیقه برای هر صاحب نظر اینجا فرصت مقرر کردیم که به قول معروف بحث رو بگشایند و بعد به سوالات خواهیم پرداخت. آقای خلجی، فکر میکنم پس میگرفتیم به شما اول شروع بکنید، درسته؟ معمولا خانم ها اول شروع میکنن، ولی خب شما صحبت شده بود ولی گفتن ایشون چون اقلیت هستن، دو خانم داریم و آقا من برای اقلیت ها باید اولویت داشته. من بهایی جمع هم. خب در خدمتون هست. عصر همه دوستان بخیر. دوباره من سپاسگزاری میکنم از گردانندگان این برنامه برای دعوت من به چنین جمع گرم و باشکوهی که از ایرانیان بسیار شریف و فرهیخته تشکیل شده. برای من واقعا تجربه یگانه بود بودن در چنین جمع کثیری که تا کنون پیش از اون در هیچ کشور غیر از ایران من ندیده بودم. تبریک میگم به شما و تبریک میگم به گردانندگان چون این جلسه برای داشتن چون این فرصتی در خارج از ایران که گرد هم جمع میشید و در حقیقت یاد و خاطره ایران و زبان فارسی رو گرامی میدارید. متشکرم از اینکه من رو به جمع خودتون پذیرفتید و این فرصت رو به من دادید که طی 2-3 روز گذشته بسیار چیز بیاموزم در همصحبتی با کسانی که ندیده بودم. و خب آدم خیلی چیزها رو میخونه، خیلی چیزها رو دورادور میشنوه، ولی دیدن کسانی که یک تاریخ بلندی از رنج و درد رو بر خودشون حمل میکنند چیز دیگری است. در دورنجی که برای من تصورش دشوار هست، چه رسد به تحملش. و امیدوار هستم که جامعه ایران از هر عقیده و گرایشی روزگاری به این بلوغ فکری برسه که در برابر ستمهایی که بر جامعه بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران شده دچار عذاب وجدان عمیقی بشه و بنیاد یک همزیستی مسالمت‌آمیز رو در سرزمینی که از دیرباز محل زندگی اقوام و ادیان مختلف بوده پی بریزه. یک مشاهده جالبی که اولا دو تا نکته رو بگم، یکی این که آقای دکتر شاپور راسخ پریروز که صحبت کردن به خدمات بهائیان به جامعه ایرانی در رشته های مختلف اشاره کردن، طبیعتا اون فهرستی که ایشون گفتن فهرست مهمی بود، ولی روشنی که بسیاری نام ها و کسان از اون فهرست غائب بودن. من در سالهای گذشته بهائیان بسیار دانشمند و ارزشمند و نیکوکاری رو شناختم که واقعا دریغ میخورم بر جامعه ای که این انسانها از او دور زندگی میکنند. و ایران اگر امروز ایران هست به خاطر خدماتی است که بهائیان به ایران کردند و بدون این خدمات ایران الان یک کشوری مثل افغانستان بود. و اگر ایرانی بخواد ساخته بشه که در بر تاروک تاریخ و تمدن بشری به درخشه، قطعاً به کمک و نیاز و فکر و دست و بازوی همه بهائیان در سراسر دنیا نیاز داره.
یک چیزی که برای من جالب بود، من آدم رنج کشیده کم ندیدم در زندگیم و مخصوصا در این 15 سالی که خارج از ایران بودم، ولی یک چیزی در آیین بهایی و در میان بهاییان برای من خیلی جذاب هست و اتفاقا مربوط هست به همین موضوعی که ما قرار هست در این پنل صحبت بکنیم، و اون این هست که رنجی که بهاییان بردن همونطور که گفتم برای تصور هست و داستان یک نسل نیست و گاهی در یک خانواده داستان چند نسل هست و زخمی که از حکومت گرفته تا روحانیت تا مردم عادی شهری و روستایی بردند. اما چیزی در این آیین هست که برای من جذابه و من فکر میکنم داروی بسیار مهمی است برای بسیاری از دردهایی که امروز جامعه ایران داره و همینطور خاورمیانه. من کسان زیادی رو شنیدم که از رنج خودشون گفتند، اما این رنج رو بدون کینه‌ورزی به ایرانیان که به اینها رنج رسوندن، با عشق به ایران و با عشق به ایرانی از رنج خودشون گفتند، و این برای من فوق‌العاده ستایش برانگیز هست، به خاطر اینکه اون چه که مهم هست اینه که این چرخه ملعون خشونت در جامعه ایران با خشونت از بین نمیره، با همین ایده صلحی که آیین بهایی مروج اون هست از بین میره. و اگر کسانی که به اندازه شما رنج کشیدند، اگر کسانی که به اندازه شما زخم خوردند، این کسان به جامعه ایران بیاموزند که با صلح و آشتی و محبت می شود از این دوزخ آتشناکی که در اون گرفتار هستیم بیرون بیایم، من فکر می کنم که ما راهمون رو به سمت یک جامعه دموکراتیک متعادل و مشارکت ورز در فرایند تمدن جهانی باز کردیم. و اون چه که مسلم هست اینه که خون به خون شستن محاله و گر تو با بد بد کنی. پس فرق چیست؟ اون چه که جامعه بهایی به عنوان راه حل در پیش روی جامعه ایران میگذاره، یعنی روح صلح و آشتی، به نظر من پاسخ قطعی و نهایی به تمام این ظلم ها و خشونت هاست. اما 30 ثانیه دیگه دارید. بله، چون خیلی مطالب جذابی گفتید، میکنم مثل یک دقیقه و 30 ثانیه. بفرمایید. من خوب صحبت کردم، من یک دقیقه و 30 ثانیه. بازم صحبت میکنم. بفرمایید. بازم صحبت میکنم. من اینجا متوقف میشم. بسیار خوب. قبل از اینکه شما شروع بکنید، من فقط فراموش کردم، چون دو عضو دیگر عزیز این میزگرد رو قبلا حضورتون معرفی کردن، خانم ثابتان معرفی نشدن. من خیلی کوتاه ایشون رو معرفی بکنم. خانم فرزان ثابتان تحلیلگر مسائل روانشناختی، تربیتی و کنشگر حقوق زنان، کودکان و خانواده میباشن. خانم ثابتان تحصیلات عالی خودشون رو در رشته روانشناسی صنعتی و مشاوره بالینی و مدیریت منابع انسانی در دانشگاه‌های ایران، آمریکا و انگلستان به پایان رسوندن. با مؤسسه آموزش عالی بهایی BIHE همکاری نزدیک دارن و خدمات، تحقیقات و مطالعاتشون در زمینه فلسفه و روانشناسی متمرکز بر پایه‌گذاری دپارتمان روانشناسی در مؤسسه آموزش عالی بهایی همون BIHE بوده. 15 سال در دفتر مشاوره خودشون به کار مشاوره مشغول بودن و تألیف مقالات، کتاب‌ها و ترجمه‌ها از دیگر فعالیت‌های خانم ثابتان است. خانم ثابتان همچنین یکی از بنیانگذاران بنیاد فرهنگی همزبان هستند. مسئولیت بخش خانواده و جامعه در این بنیاد رو به عهده دارند و در سمت مشاور تحقیقات روانشناختی مشغول به کار هستند. حالا خانم ثابتان شما 5 دقیقه وقت دارید. شما هم حق خانوما رو بخورید. نه، جرأتشو ندارم. خانومم اینجا نشسته نمیتونم این کارو بکنم. همون چون جرأت ایشون رو نداری، حق منو می‌خوری.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم. من هم خیلی ممنونم از بنیانگذاران و تشکیل دهندگان این کنفرانس ها و واقعا مفتخر هستم که در حضور دو عزیز، دو پیشکسوت، دو واقعا محقق فرهیخته، سرکار خانم هما سرشار و جناب مهدی خلجی که همیشه حقیقتا استفاده کردم و متشکرم، استفاده کردم و بهره بردم از صحبتاشون و از تحقیقاتشون هستم. افتخاری است برای بنده و اینکه در کنار شما جناب ایقانیان و جناب خلجی هستم. والا فکر میکنم که شروع کردن یک مطلب شاید زیاد کار راحتی نباشه. به قول قدیمی ها میگن جایی که آب هست تیمم باطله، ولی خب حالا ما اکتفا میکنیم چون هم فرمودن. من اولین چیزی رو که میخواستم با در این پنل در واقع مطرح بکنم مسئله تمدن هست و تعریف تمدن، و با توجه به اینکه به هر حال درس و مشقام رو در رشته روانشناسی خوندم و بیشتر با انسان سر و کار داشتم، میخواستم که به تعریف این دوتا بپردازم. شاید اگر دوستانی که با من بیشتر آشنایی داشته باشن، من اکثرا کارهام رو، صحبتام رو با تعریف مفاهیم شروع میکنم، چون اگر این مفاهیم روشن نباشه میتونه سوء تفاهمات زیادی رو ایجاد بکنه، در حالی که دو نفر، چند نفر از چند زاویه به یک موضوع مشترک دارن نگاه میکنن ولی مفاهیم متفاوتی در ذهنشون هست. تعریفی که بنده از تمدن دارم و به نوعی از جناب خلجی آموختم که این تمدن رو به دلیل اینکه ما بحثمون رو میخوایم محدودتر بکنیم، بهتر هست که به مدنیت بپردازیم که یک بعد مادی تر و عینی تر تمدن هست. بخوایم اگر این تعریف رو بکنیم، قبل از اون باید اشاره بکنم به این که واقعا جامعه رو ما به چی تشبیه میکنیم. در آثار بهائی میبینیم که بسیار بسیار از موارد جامعه به انسان تشبیه شده، به هیکل انسانی تشبیه شده، و همینطور در جامعه شناسی و تاریخ هم میبینیم که افرادی مثل اسپنسر انسان رو به جامعه رو به یک موجود زنده تشبیه کردن. بنابراین ویژگی ها و خصایص این دوتا رو میشه به نوعی به صورت تمثیل و تشبیه مطرحش کرد. اگر که ما انسان رو نگاه بکنیم میبینیم دو بخش محسوس و بخش نامحسوس، دو بخش پیدا و ناپیدا در وجودش هست. یک بخشی هست که ما میبینیم، عملش هست، رفتارش هست، ما حاصل عمل و رفتارش هست که شاید بشه گفت افعال و اعمال و زندگی و شیوه زندگی یک فرد اون بخش هست، و یک بخش ناپیدا یعنی عوامل و عناصر و اموری که در واقع باعث میشه این بخش عینیت پیدا بکنه، جهت پیدا بکنه و متفاوت باشه از شیوه یا عملکرد افراد دیگر. به عبارت دیگه هر انسان یک کردار داره، یک پندار داره. کردار اون در اون شیوه زندگیش، در اون بعد مادی زندگیش نمایان میشه. در اصطلاح شاید به این میگیم شخصیت، به اون چیزی که ناپیداست و ما نمیبینیمش و در واقع محرک رفتار هست، جهت دهنده رفتار هست، و اون بخشی که ما میبینیم رفتار هست یا زندگی فرد. همین مثال رو میتونیم در مورد جامعه بزنیم. یعنی اگر اون بخش نامحسوس جامعه رو نگاه بکنیم، میتونیم تشبیهش بکنیم به شخصیت جامعه، یا به عبارت دیگه فرهنگ که بخش نامحسوس جامعه است. ما ویژگی ها رو در قوالب مادی یک جامعه میبینیم، و بعد اون بخش عملی و عینی و کرداری جامعه رو شاید بتونیم همون تمدن یا در اصطلاح خاص‌تر مدنیت بنامیم. بنابراین اگر ما بخوایم بررسی بکنیم که اصلا تمدن چی هست و چطور شکل پیدا میکنه، عوامل مؤثر در تمدن سازی و مسئله نوع اندیشی و نوع آوری در تمدن چی هست، بهتر هست که بیشتر به اون عوامل پس پرده یعنی فرهنگ بپردازیم، یا به عبارت دیگه به شخصیت جامعه بپردازیم که چه چیزی در اونها مؤثر هست.
بنابراین با توجه به این قضیه اگر به این مورد نگاه بکنیم میبینیم که یکی از عواملی که مؤثر هست در رفتار و در عملکرد فرد یا عملکرد جامعه مسئله سیستم باورها و ارزش هاست و این که بسته به این که فرد چه باورها و چه ارزش هایی داشته باشه بر اساس اون چگونگی عمل کردش و ماحصل عمل کردش که همون مدنیت هست نمایان میشه. اما این که این باورها و ارزشها بر چه اساسی ساخته میشن، به عبارت دیگه باید بگم این گره بسیار بسیار محکمی داره با ارزشها و با اخلاق. یعنی وقتی صحبت از ارزش میکنید شما نمیتونید اخلاق رو نادیده بگیرید. مفهوم اخلاق بدون ارزش‌ها و باورها معنی نداره، چنان که مفهوم باورها و ارزش‌ها هم بدون اخلاق معنی نداره. تجسم و عینیت ارزش‌ها و باورها در اخلاق و بعد در همون عملکرد فرد نمایان میشه. اخلاق به این معنی که اگر یک تعریف بسیار کلی از اخلاق بخوایم بکنیم باید بگیم مجموعه خوبی‌ها و بدی‌ها، زشتی‌ها و زیبایی‌ها در نظر یک فرد، یا از نظر اخلاق اجتماعی که در واقع در پس همون فرهنگ اجتماعی قرار گرفته، مجموعه خوبی‌ها، بدی‌ها، زشتی‌ها و زیبایی‌هاست در یک فرهنگ، در فرهنگ یک جامعه. به عبارت دیگه اخلاق اون میزان و ملاکی است که به انسان میگه چه کار بکن و چه کار نکن، چون هیچ موجودی، هیچ جامعه‌ای نمیره دنبال چیزهایی که زشت میدونه، دنبال چیزهایی که بد میدونه و دنبال چیزهایی که خوب میدونه و زیبا میدونه اونها رو رها کنه. البته در جزئیات بعدها میبینیم که افراد گاهی وقتا یه چیزی رو خوب میدونن ولی در عمل کردشون به اون عمل میکنن. اون بحثیست علاهده که در فرصت مناسب توضیح خواهم داد خدمتون. ولی نکته اصلی اینجا این هست که ملاک ما برای سنجش خوبی و بدی باورها و ارزش هاست. بنابراین هر گونه باور و ارزشی یک جامعه در فرهنگش بپذیره و مستتر داشته باشه اون میتونه ملاک این باشه که من چه کاری رو انتخاب بکنم و چه کاری رو انتخاب نکنم، چه چیزی خوبه و چه چیزی بده. اما یک چیزی که اینجا خیلی مهم هست مسئله شیوه عملکرد این ارزش ها هست و اینکه ما ارزش ها رو یا یک جامعه ارزش ها رو به چه دلیلی و به چگونه اینها رو به کار میگیره. خیلی اوقات وقت تموم شد، گذشتیم 30 ثانیه ازش. نمیخوام شما بخورم دیگه، نه خیلی بسیار 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 ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. خواهش منم عرض سلام و درود دارم به شما دوستان. حضور من در این پنل به عنوان یه روزنامه نگار در کنار دو استاد برای من باعث بالندگی است. دیروزم خدمت این عزیزان عرض میکردم که روزنامه‌نگار فرقش با اساتید و پژوهشگر اینه که از هر چیزی یه ذره میدونه، ولی پژوهشگران در اون رشته‌ای که تحقیق میکنن خب بسیار آگاهن و من برام جای بالندگی داره که انتخاب شدم در این پنل هم باشم. صحبتی رو که دیروز با شما آغاز کردم در مورد پیام رسانی، در این بخش هم در این پنل هم به این نکته میپردازم که اخلاق که پایه‌های اخلاق برای فرایندش برای تمدن سازی یا همونطور که تصحیحش کردن گفتن مدنیت آقای خلجی و خانم ثابتان، گاه اوقات میتونه مفهوم خیلی کلی جهان شامل داشته باشه که باید هم داشته باشه. یعنی اخلاق روزنامه‌نگاری، اخلاق پیام رسانی باید همه جا یک دست باشه، ولی خب گاهی اوقات هم مثل نسبیت فرهنگی برای اخلاق هم یه نسبیت هایی رو در نظر میگیرن که بنابرای محیط و کشور و محل و سیاستی که برقرار هست شاید نوع اخلاق فرق بکنه. ولی واقعیت امر این است که برای پیام رساندن و پیام گرفتن و کار کسی که مسئولیتش پیام رسانی است، حالا هم از روزنامه‌نگار یا کسی که در پایگاهی قرار داره که پیام بزرگتری یا پیام مهمتری رو میخواد به گوش دیگران برسونه، کاش فرصتی بود یا کاش
قراری بود که مثل پزشکان برای اونها هم یک سوگندی، سوگند بقراتی میگذاشتن که سوگند بخورن که هیچ وقت نه یک جانبه فکر کنن، نه اینی که دروغ پردازی کنن، نه اینی که یک موضوع رو همش رو نگن، همه واقعیت رو نگن، نصفش رو بگن، یا به صورتی که ترجیح میدن مسائل خودی و ناخودی رو از هم جدا بکنن. البته این نیست، ولی همیشه میشه از آرزوها و ایدئالها صحبت کرد. من در زمینه کار تخصصی خودم و اینکه به اهمیت پیام خیلی خیلی واقفم و خیلی اهمیت خود منم اهمیت میدم بهش، به اینکه چگونه و در چه کانالهایی انجام وظیفه میکنه یک پیام، میخواستم در مورد جنبش یا شیوه مبارزه‌ای که آقای خلجی هم بهش اشاره کردن و جامعه محترم بهائیان اون رو صلح طلبی مینامند، من هم تأیید خودم رو بذارم، چون من هم انسان تو صلح طلبی هستم. ولی و همه کوشش هایی که در جهت رساندن تبعیض های مختلفی که به جامعه بهائی رفته از طرف جامعه بهائیان رو خیلی هم ارج میگذارم، ولی یک ولی اینجا در کنارش باید بذارم، و اون ولی اینه که به نظر من این کاملا اخلاقی است که تبعیض، ناسپاسی، خشونت، قتل یا هر واقعا حرکتی که غیر انسانی که بر جامعه وارد شده، البته که باید با مخالفت، با به گوش دیگران رسوندن همراه باشه. ولی من فکر میکنم بازم اخلاق پیام رسانی، اخلاق روزنامه‌نگاری، اخلاق رسانه‌ای، درست مثل الگوی جنبش زنان اگه بخوایم نگاهش بکنیم، زنانی که از تبعیض فراوان در تمام جهان و تمام کشورها زجر میکشیدن، موقعی تونستن پیام خودشون رو به گوش جهانیان برسونن و نتیجه مثبت بگیرن که مردان هم در کنارشون ایستادن و مردان هم از حقوق تبعیض شده زنان حرف زدن. پس قائل به خودی و ناخودی نبودن. بسیاری از زنانی که جنبش زنان رو شروع کردند معتقد بودن که این مشکل ماست و معضل ماست و ما خودمون باید به تنهایی این حرکت رو انجام بدیم، و میدونید که در اوایل جنبش زنان هم تنها زنان بودن، ولی مردان آزادی به اونها پیوستند که این جنبش رو به سرانجام رسوندن در بسیاری از کشورها. حال نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم این است که جامعه بهایی برای این که به حق مسلم خودش برسه، یعنی به گوش جهانیان برسونه که در مورد اونها تبعیض میشه، فقط به خودش نپردازه. در ایران به جامعه اقلیت‌های متعددی تبعیض قائل میشن، به بسیاری ستم وارد میشه. شما که الان دست بالا در سازمان ملل دارید، شما که الان امکان این رو دارید که صداتون رو به این رسایی به جهان برسانید، چرا فقط در مورد ظلم و ستمی که به بهائیان آمده صحبت میکنید و چرا به دیگران اجازه نمیدید در مورد شما صحبت بکنن؟ به نظر من وظیفه پیام رسان این هست که اگر من طرفدار حقوق بشرم، اگر من از ظلم و ستم دارم صحبت میکنم، اگر من مخالفت میکنم با کسانی که خشونت وارد میکنم به یک جامعه ای، موقعی که سخن میگم باید اون کسانی هم که به من نزدیکن، به من به همسایه من بودن ولی از جنس من نیستن، به اونها هم حداقل بپردازم و بعد به دیگران هم اجازه بدم که به حقوق تضییع شده من بپردازن. من این مشکل رو یه جوری دلم میخواد حل بشه، یه جوری دلم میخواد که جامعه بهایی دست دیگران رو هم برای کمک به خودش بگیره. غالبا این خواسته و یا این گرفتن دست دیگران برای اینکه ستمی که از بهاییان میره راجبش صحبت بکنن رو نمیپذیرن، سعی میکنن مشکل در خودشون گفته بشه، در خودشون حل بشه، در خودشون سیستمش پیدا بشه و در خودشون پالیتیکس انجامون پیدا بشه و در همون زمینه انجام بدن. کار بسیار درستیه، اصلا هیچ مشکلی من با این قضیه ندارم، ولی فکر میکنم اگه به مسئله به صورت جهان شمول نگاه بکنید، موقعی که شما از ستمی که بر زن میره، از ستمی که بر کودک میره در ایران، از ستمی که بر دگراندیش میره، از ستمی که بر انسانهایی که
همجنسگرا هستن میره، در ستمهای بیشماری که در ایران به افراد مختلف میره در کنار بهاییان به اونها هم ستم میشه، به کرد ستم میشه، به یهودی ستم میشه، به زن ستم میشه، به بچه ستم میشه، به خود مسلمانان هم ستم میشه، به سنی هم ستم میشه. در نتیجه این سازمان به این عظمتی که با تمام این صحبتهایی که ظرف این دو سه روز ما شنیدیم از شما که چقدر همه چی ارگانایزده، همه چی سازمان یافته است، همه کوشش به سوی اینه که راه حلی برای از بین بردن ظلم و خشونت در جهان پیدا بشه، چون صحبت همش صحبت وحدت جهانی است، من فکر میکنم که در شرایطی که ما هر سال 1، 2، یا 3 بیانیه از سازمان ملل میبینیم، در تمام گزارش هایی که از طرف سازمان ملل انجام میشه، کوشش واقعا قابل تحسین جامعه بهایی برای اینکه این مشکل و این معضل جامعه ایران رو و دولت ایران و جمهوری اسلامی رو به گوش دیگران برسونن رو میبینیم، ولی فقط در مورد جامعه بهایی. ای کاش یک روزی ما هم این فرصت رو میدادیم هم به خودمون که با بهاییان همسو و همراه باشیم، همه کسانی که بهایی نیستن و در مورد اونا حرف بزنن، و افرادی مثل آقای خلجی که این سکوت قرن و دهه ها رو شکوندن و دارن میگن، و از اون طرف هم این دست به طرف ما دراز میشد که ما هم از شما صحبت میکنیم. خیلی موقع پیام نتیجه بسیار فکر می‌کنم سوال خیلی مهم، مطمئن هستم سوال خیلی مهمی بود و می‌دونم که سوال تنها خانم سرشار نیست و دیگران هستن، زیاد هستن که چنین سوالی دارن. این سوال رو در چارچوب بحث پایه‌های اخلاقی من اینجوری دوباره بازگو می‌کنم، شما ببینید که منظور نظر شما هست یا نه. اگر یه جامعه ای مشکلات خودش رو بخواد تنها حل بکنه و یاری دیگران، ها نمیگم جامعه بهائی ایران حقیقتا اینطور هست یا نه، خانم ثابتان اگه بخوان میتونن در این زمینه یه نظری بدن، اگر که یه جامعه بخواد این کارو بکنه و سعی بکنه یه جوری استقلال، حالا یا استقلال بشه گفت یا خودکفا باشه از لحاظ پیگیری حقوق خودش، از لحاظ اخلاقی اگر هر جامعه در اقلیت بخواد این کارو بکنه، این به نفع اون اخلاق در به نفع اون کشور در جمع هست، به نفع گسترش و پیشرفت اخلاق برای تمام مردم اون کشور هست یا نیست. شما اگر نظری دارید خوشحال میشم بشنوم. خواهش میکنم، ممنون، فرصتی بود که من بقیه صحبتامو ادامه بدم. دقیقاً نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض کنم با توجه به صحبت‌های سرکار خانم سرشار که کاملاً صحبت ایشون متین هست و به جا، یک نکته‌ای در جامعه دنیای امروز وجود داره وقتی صحبت از همون مسئله اخلاق میشه و عمل به ارزش‌های اخلاقی و اینکه چرا ما یه ارزشی رو قبول می‌کنیم و عمل می‌کنیم و چرا یه ارزشی رو استفاده نمی‌کنیم و قبول نمی‌کنیم و به کار نمی‌گیریم. معمولا روال دنیای امروز متاسفانه چون بر اساس منفعت طلبی و فردگرایی است در قالب موارد، این هست که انجام یک ارزش و پایبندی به یک ارزش رو پیامد اون عملی که در اثر انجام این ارزش متحقق میشه تعیین میکنه. من یه مثال میزنم، مثلا من دزدی نمیکنم برای اینکه اگر دزدی بکنم به زندان من رو میگیرن میبرن، من کار خوب میکنم برای اینکه اگر کار خوب بکنم جایزه نوبل بهم میدن، یا اگر کار خوب بکنم من به بهشت میرم، یا اگر کار خوب بکنم بالاخره بهبه و چهچه و تایید و تصویب خدا و پیغمبر و جامعه و امثال اینا رو دارم. اینجا یک مشکلی که به وجود میاد باعث میشه که ارزش ها به جای این که خود انگیخته باشن و ما به طور خود انگیخته بهش عمل بکنیم، در واقع ما به ارزش ها به دلیل پیامدهای اون عمل میکنیم. و یکی از مواردی که اتفاقا ممکنه همین معضل رو به وجود آورده، یعنی بزرگترین من میتونم بگم که نماد چنین طرز فکری این هست که افراد در ذهن خودشون یک سری خطوط ذهنی میکشن. مسلماً افراد بهائی هم مستثنا نیستن از این قاعده، برای اینکه به هر حال افراد بهائی هم هرچند ایده های متعالی تو ذهنشون دارن، ولی در همین جامعه داریم زندگی میکنیم و متأثر از عوامل محیطی و این جامعه هستیم. و اون شیوه این هست که خب طبیعی است من کاری رو میکنم که احساس بکنم پیامد و منفعتش به من
برمیگرده، نه به این معنا که بهائی ها فقط این کار رو میکنن یا برای خودشون دفاع میکنن و اعلامی مینویسن و امثال اینا، چون برای دیگران براشون مهم نیست. ولی میخوام عرض کنم وقتی این شیوه یه تفکر مستتر میشه، اونجاست که دیگه من نفس عمل کمتر برام مهم میشه، من بیشتر به پیامدهاش نگاه میکنم. و در متاسفانه بسیاری از موارد من خودم به عنوان یک فرد بهائی این رو تجربه کردم که دوستانی که پیرو به باورها و عقاید دیگه هستن، به دلیل این خطهای ذهنی که در ذهنشون دارن، پذیرش پیشنهادها و همکاریها رو راحت نمیپذیرن. من به عنوان نمونه با یک بنیاد فرهنگی همکاری میکنم به نام بنیاد همزبان. هر وقت و هر دوستی که دست دراز کردم و خواهش همکاری کردم و همراهی کردم، اول از من میپرسن بنیانگذارانش کیه، خب معرفی میکنم، بعد میگن این بنیاد بهاییه. یعنی میخوام این رو عرض کنم، این خطای ذهنی که ما داریم، حالا چه در جامعه بهایی اگر باشه بهایی ها داشته باشن که نباید داشته باشن، چون آیین بهایی اصلا هدفش این است که این خطوط ذهنی از بین بره، و چه در جامعه بهایی اگر وجود داره، این اولین مانعی است که باعث میشه این معضلی رو که خانم سرشار عنوان کردن به وجود بیاد و ما در عمل کردمون چه بسا بدونیم که خودمون بدونیم داریم اونها رو به کار میگیریم. بیان هست عبدالبها این هست: امروز انسان کسی است که خدمت جمیع من علل عرض نماید. این مسئله خدمت جمیع من علل عرض در واقع به این معنی است که من کاری رو که میکنم به خاطر خود کار انجام بدم، نه به خاطر اینکه به این گروه منفعتش میرسه به اون گروه نمیرسه، به من ضررش میرسه یا به من ضررش نمیرسه. نهایت تربیت این هست که نفس عمل خوب یا بد پاداش یا تنبیه باشه. من اگر عمل خوب رو انجام میدم، عمل خوب انجامش به من احساس رضایت میده، و من اگر راستگو هستم، اگر عدالت خواهی میکنم، این عدالت خواهی نفسش باید مهم باشه، نه اینکه من برای چه گروهی عدالت خواهی بکنم، برای چه گروهی عدالت خواهی نکنم، به چه کسی عدالت خواهی بکنم، به چه کسی نکنم. اگر عدالت خواهی رو به این گروه بکنم، بشینم حساب بکنم ببینم منافعش چیه، چقدر به نفع منه، چقدر به ضرر منه، اگر به اون گروه بکنم چقدر. یعنی اون پایه هایی که مدنیت رو میسازه، اولین اصل مدنیت خلاقیت و نوآوری است. وقتی ما میخوایم نو اندیشی بیاریم، خلاقیت و نوآوری است. این خلاقیت مدیون و متکی هست به این که ما وابسته نباشیم، وارسته باشیم. وارسته یعنی چی؟ یعنی که من اتکا و ارزش‌های حقیقی داشته باشم که در خودم وجود داره. خیلی. اگر با این شیوه تفکر پیش بریم، مطمئنن موزلی رو هم که سرکار خانم سرشار به درستی عنوان کردن، حالا چه در مورد جامعه بهایی، چه در مورد دوستانی که با پیرو و عقاید و افکار دیگه هستن، کم رنگ تر خواهد شد حداقل. خیلی ممنونم. من بالاخره حرفمو زدم آقای خانی. میدونستم این کارو میکنم. من فقط یه جمله بگم که در پیام های بیت العدل که شورای حاکمه دنیا بهایی هست، همیشه دفاع از همه ایرانیان منظور میشه. چیزی که هست اینه که افراد بهایی باید در این زمینه بیشتر فعال باشن، که امیدواریم این اتفاق به زودی بیفته. آقای خلجی اگه شما بله نظری دارید. نکته که گفتن خانم سرشار کاملا درسته، به دلیل اینکه اگر کسی از حقوق شهروندی و حقوق بشر همسایه خودش دفاع نکنه، از حقوق خودش هم نمیتونه دفاع بکنه. بنابراین حق دیگری حق من هم هست، و اگر حق دیگری نقض بشه، حق من هم بالقوه نقض شده، و اگر روزی نقض بشه، من مشروعیت دفاع از اون رو ندارم. این نکته است بسیار درست. نه تنها اقلیت ها باید از حقوق هم دیگه دفاع بکنن، که اکثریت باید مراقب باشه همواره که دست تعدی به حقوق اقلیت‌ها دراز نکنه، به خاطر اینکه در موردی مثل ایران شیعیان در اکثریت هستن، اما در عربستان سعودی شیعیان در اقلیتن، و اگر شیعیان در ایران دست ستم به روی اقلیت‌های مذهبی باز کنن، چگونه میخوان از حق خودشون در عربستان سعودی به عنوان یک اقلیت دفاع بکنن؟ بنابراین ما همه زیر یک سقف
و در درون یک ایوان نشسته ایم و نمیتونیم حق دیگری رو از حق خودمون جدا بکنیم. ولی یک نکته دیگر هست در مورد خاص ایران، بهائیان یک نمونه خیلی اکستریم هستند، یعنی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی سه دین زرتشتی، مسیحی و کلیمی به رسمیت شناخته شده، اما دیانت بهایی نه تنها به رسمیت شناخته نشده که در عمل ورای حدود قانونی حقوق اونها ضایع میشه. من کاملا قبول دارم که در ایران نه تنها به بهائیان که به شیعیان، نه تنها به شیعیان که به خیلی از روحانیان هم ظلم میشه. من اولین به اصطلاح تحقیقی که خارج از کشور در آمریکا منتشر کردم به زبان انگلیسی درباره مرجعیت و روحانیت، اون رو در تقدیم نامه اول کتاب تقدیم کردم به قربانیان خاموش روحانیت، کسانی که در برابر نظام ولایت فقیه ایستادند و زیر تیغ اون جان خودشون رو یا امنیت و آسایش خودشون رو از دست دادند. قربانیان جمهوری اسلامی، قربانیان تبعیض و ستم به هیچ وجه منحصر به بهائیان یا اقلیت‌های مذهبی نیستند، اما شدت و ضعف داره. همه به یکسان صابون جمهوری اسلامی به تنشون نخورده. یک عده هستن که به هر حال مثل کردها، مثل عربها، مثل بلوچها در مناطق بسیار غنی یا از نظر طبیعت یا از نظر معادن یا از نظر نفت زندگی میکنن، اما در فقیرانه ترین شرایط و از اولین امکانات اقتصادی بی بهرن. خب یک عده‌ای هم هستن در تهران و شهرهای بزرگ. به هر حال این شدت و ضعف وجود داره و بعد ما این رو به رسمیت بشناسیم. مسئله مهم این هست، اگر ما از حقوق دفاع، از حقوق بهائیان دفاع میکنیم، ما از حق شهروند دفاع میکنیم. و اگر روزی در جمهور در ایران یک بهائی بتونه رئیس قوه قضاییه بشه، مطمئن باشید در اون روز یک زرتشتی یا یک جهودی میتونه رئیس جمهور هم بشه. بنابراین مسئله اصلی این هست که ما به سمت تحقق یک جامعه پیش بریم که نظام حقوقی و فرهنگ عمومی اون مفهوم شهروند آزاد برابر رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شهروند آزاد برابر به رسمیت شناخته شد، تفاوت‌های دینی، قومی، جنسیتی و مذهبی هیچ نقشی در امکانات و مزایایی که دولت یا نظام حقوقی میخواد بده بازی نخواهد کرد. به نظر من دفاع از حقوق بهائیان دفاع از آیین بهائیت نیست، دفاع از حقوق یهودیان دفاع از دین یهودی نیست، دفاع از زنان دفاع از زنانگی نیست، دفاع از شهروند آزاد برابر. بسیار ممنونم آقای خلجی. از سر لطف یا لازم دونستن 7 دقیقه ابتدایی خودشون رو اختصاص دادن به ابراز محبت به بهائیان و جامعه بهائی. من از اون صحبتی که کردن، بدون اینکه بحث ما بخواد به تعارف و اینا تقلیل پیدا کنه، میخوام یه سوال اخلاقی بپرسم. اگر بقیه ایرانیان بخوان روشی مثل بهائیان پیشه بکنن، مثلا صلح طلبی و مقاومت سازنده، این رو اگه بخوایم در نظر بگیریم در برابر کسی که با صلح طلبی و با این روش تجربه نشون داده که از ظلم و تعدیش کم نمیشه و حتی ممکنه بیشتر هم بشه، و کسانی که اون روش رو دارن الان هژمونی دارن و خیلی هاشون در موقعیت هایی هستن که میتونن به این اعمال تشدید، این اعمال رو تشدید هم بکنن، اگر همه ایرانی ها بخوان این روش رو انجام بدن، آیا این علاوه عملی به نتیجه خواهد رسید یا عملی نخواهد بود؟ ببینید، مسئله مبارزه با خشونت دو تا جنبه داره، یک جنبه اخلاقی و یک جنبه سیاسی. وقتی که میگیم خشونت بده، حتی در برابر خشونت
یه بخشش به این دلیل که خشونت خودش شخص خشونت ورز رو دچار تحول میکنه. یعنی مهم نیست که شما با چه انگیزه‌ای و با چه مشروعیتی آدم میکشین، حتی کسی که در زندان مسئول کشیدن چارپایه از زیر پای اعدامی است، درسته که قانون اجازه داده در بعضی جاها متاسفانه اعدام اجرا بشه، ولی اون شخص یه شخصیت خاصیه. کسی که میره مسئول اعدام میشه باید یه شخصیت خاصی باشه، این شخصیت به اصطلاح به هر حال از نظر فضائل اخلاقی در درجه بالایی قرار نداره. درسته که اگر کسی به من تعرض کرد من حق دارم دفاع بکنم و او رو بکشم، اما اگر کشتم با اون انسانی که هنوز نکشته در جان و روان خودم تفاوت دارم. در نخستین داستانی که در پگاه تاریخ تعریف شده، در نخستین نزاعی که در پگاه تاریخ در افسانه ها آمده، داستان هابیل و قابیل، وقتی که این دو برادر با هم دعواشون میشه و قابیل میگه که من تو رو میکشم، در تورات و همینطور در قرآن هم هست، هابیل بهش میگه اگر تو دست خودت رو بگسترانی برای اینکه جان من رو بگیری، من دست خودم رو دراز نمی کنم تا جان تو را بگیرم. این مهمترین آموزه اخلاقی است. اونجا که کشتن مشروعیت داره و توجیه داره، اگر اونجا انسان نکشه، اون به یک تعالی اخلاقی و تعالی انسانی دست پیدا کرده که ممکنه اون لحظه کشته بشه، ولی یاد او، نام او، اسطوره او، خاطره او میتواند در بستر تاریخ و در این جاده دراز تاریخ که تا بی نهایت ادامه داره از بسیاری از کشتنها و قتلها و غارتها جلوگیری کنه. مهم اینه که انسان میدونه که کاری که ما امروز میکنیم تأثیرش فقط امروز نیست، بلکه در درازنای تاریخ این تأثیر میمانه. ما نمی کشیم به خاطر اینکه فرزندان ما نکشن و فرزندان اونها کشته نشن. اما از جهت سیاسی، بحث اخلاق رو کاملا بگذاریم کنار، از جهت سیاسی، از نظر سیاسی عدم خشونت اینجور توجیه میشه که من به عنوان یک شهروند، حالا یا عضو جامعه بهاییم یا عضو جنبش زنانم یا عضو جنبش دانشجویان هستم، مورد خشونت حکومت قرار میگیرم. آیا میتونم در برابر این خشونت دست به خشونت بزنم؟ اینجا شما یک حساب سیاسی هزینه و فایده میکنین. شما همیشه در کار سیاسی باید ببینید هزینه‌تون چیه، سودش چیه. اگر هزینه و سود با هم توازن دارن، شما دست به اون کار میزنین، اگر نه از نظر سیاسی اون کار معقول نیست. جواب خشونت آمیز دادن به دولتی که اعمال خشونت میکنه از نظر سیاسی موجه نیست، به خاطر اینکه ما اگر 5 میلیون هم باشیم، ما نه ارتش داریم، نه دستگاه اطلاعاتی داریم، نه پلیس داریم، نه اسلحه داریم، نه زندان داریم، و اون دولت همه اینها رو داره. به محض اینکه شما دست به خشونت بزنین، اون دولت برای خودش موجه میدونه که آشکارا به سرکوب بسیار گسترده دست بزنه. یک نمونه خیلی اخیرش در سوریه است. تا زمانی که جنبش به اصطلاح اخیر سوریه به خشونت نکشیده شده بود، دولت سوریه انقدر امکان اعمال خشونت نداشت. به محض اینکه دست به سلاح بردند، دیگه حتی از کاربرد سلاح شیمیایی هم شرم نکرد. بنابراین مسئله این هست که من شهروند بی دفاع و بی سلاح در برابر یک قول عظیم مسلح مجنونی به نام دولت استبدادی قرار دارم که اگر دست به خشونت بزنم، به اون این مشروعیت رو دادم که نه تنها من رو، بلکه تمام اهل خانواده من رو و همکیشان من رو و همفکران من رو و همشهریان من رو نابود کنه.
تنها سلاح یک شهرمند بی‌دفاع مظلومیتش هست و مقاومتش. و من فکر میکنم همین امروز، همین جمهوری اسلامی شیعه بهائی ستیز، دلیلی که جرأت نمیکنن در مطبوعاتشون، در تبلیغاتشون رسماً به نقض حقوق بهائیان اعتراف کنن، یا اگر بهائی رو کشتن اعتراف نمی کنن، به دلیل اینکه بهائیان با صلح طلبی و عدم دستیابی به خشونت مشروعیت این کار رو از جمهوری اسلامی گرفتن. وگرنه بر بهائیان هم همان می آمد که بر سازمان مجاهدین خلق آمد، و سازمان مجاهدین خلق به دلیل اینکه در برابر خشونت جمهوری اسلامی با خشونت جواب داد، امروزه جمهوری اسلامی بی هیچ شرم و آزرمی از سرکوب اونها صحبت میکنه و اون رو برای خودش مشروع میدونه. از این جهت تجربه بهائیان در ایران یکی از غنی‌ترین و با ارزش‌ترین تجربیات برای مقاومت مدنی و مقاومت در برابر خشونت مهارگسیخت است. بسیار ممنونم. قرار بود که ما این میزه گردمون 45 دقیقه باشه. ما تقریبا به مرز اون 45 دقیقه رسیدیم. فکر میکنم که ما اگر ادامه بدیم برای 2 ساعت دیگه هم صحبت بکنیم، به همین مقدار سخن ارزشمند و مطالب وزین که در این 45 دقیقه شنیدید شما باز هم خواهید شنید. بنابراین اگر من این اختیار رو داشتم اینو تموم نمیکردم تا آخر شب، ولی مجبور هستیم، برنامه های دیگه هست، باید یه مقدار سخن رو کوتاه بکنیم. از اونجایی که خانم ثابتان و خانم سرشار کمتر گفتند، مخصوصا خانم سرشار، هر کدوم که به عنوان خاتمه مطلبی دارید خانم سرشار خوشحال میشم که بشنوید. نه من صحبتی ندارم، من حرفم رو زدم و همه این بحث رو به نظر من برای اینکه بیاموزم و شاگردی کنم در مقابل آقای خلجی و خانم ثابتان بهره بردم و استفاده کردم و همینقدر برای من کافی. ممنون. خانم ثابتان من فقط یک چیز رو با توجه به مثالی که در ابتدا زدم میخوام تاکید روش بکنم و با توجه به بیانات جناب خلجی و سرکار خانم سرشار، و اون این هست که کافیست که ما نگاهمون رو به ارزش‌ها، به مدنیت، به اخلاق و به فرهنگ یک جامعه با این نگاه بکنیم که همه سلول‌های یک بدنی، و این رو مطمئن باشیم در یک بدن ناسالم هیچ سلولی سالم نمیمونه، و در با سلول‌های ناسالم هم هیچ بدنی سالم نمیتونه عمل بکنه. بنابراین همه به هم پیوسته ایم، همه به هم وابسته ایم، و اگر ارزش‌ها رو منوط بر منفعت طلبی و خودخواهی بکنیم مطمئناً راه به جایی نخواهیم برد. پایه و اساس چنین نگرش و چنین فرهنگی فقط یک چیز هست، و اون این که ما به خاطر انسانیت حرکت بکنیم نه به خاطر انسان‌ها، و حفظ ارزش‌های انسانی. بسیار ممنون. فکر نمی‌کنم در 45 دقیقه میشد بهتر و عمیق‌تر از این در مورد اخلاق صحبت کرد. من به خاطر شما سه عزیز هست باز هم تشکر می‌کنم که لطف کردید به این میزگرد پیوستید، همینطور از شما عزیزان که شاهد بودید. ممنونم از حضور تک تکتون. لطفاً تشریف داشته باشید برای برنامه. خیلی ممنون.